سلام به دوستان خوب فیلمخانه در تلویزیون یوتیوبی فرهنگخانه مدیا. دوستان، همونطور که میدونید و بعیده که ندونید، از شهریور ما در یکی از بسترهای نمایشی داخل ایران یک نمایش خانگی پخش میشه به نام گردنزنی. گردنزنی در واقع ژانر درام رازآلود یا معماییه در این گونه فیلم ها طبقه بندی میشه. انتظار میرفت که با سریال موفقی روبرو باشیم. چرا؟ چون هم کارگردانش آدم معروفی سامان سالو، هم فیلمنامه نویسش زمیاد سعدوندیان که من همینجا بگم که در برنامه اول که حالا لینکش هم میذارم اون بالا میتونید ببینید، اسم ایشون رو اشتباه تلفظ کردم، که دوست عزیزم علیرضا بزرفشان تصحیح کرد در کامنت ها. بله، سعدوندیان. ایشون خب فیلمنامه های قبلا نوشتن، تازه کار نیستن و چندین فیلمنامه خوب هم نوشتن. سامان سالور هم که دیگه همه میشناسنش، کارگردان معروفه. بعد بازیگرای خوبی هم توی این نمایش خانگی بازی میکنن، از جمله رویان، الهام پابه‌نژاد، رویان و نهالی، حسن معجونی، مهدی حسینی نیا، مهران غفوریان حتی و پاشا رستمی و چندین بازیگر ناماشنا یا کمتر ناماشنای دیگه توش بازی میکنن. اینا در وهله اول به آدم میگه که خب باید سریال خوبی باشه دیگه این بچه ها که توشن و فیلمنامه نویسش هم که خوبه و کارگردانش هم که شناخته شده و سه رکن اصلی یک فیلم همین سه نفرن. حالا البته در فیلم های معمایی موسیقی، فیلمبرداری، تدوین، همه اینا مهمن برای اینکه یک کاری خوب از آب دارن، که معمولا اگر کارگردان رو کارش مسلط باشه خب بقیه هم میتونه با خودش هماهنگ کنه. تهیه کننده کارم علی قربانزاده خب میتونست بازیگر معروف بشه، ولی حالا اون که نشد، امیدوارم تهیه کننده خوبی بشه. حالا در این برنامه فیلمخانه میخوام توضیح بدم، تلاش کنم در حد بضاعت خودم نشون بدم که چرا این کار موفق نشد، به چه دلایلی موفق نشد. قبلش هم تشکر میکنم از اسپانسر این برنامه، آقای محمد رحیمیان و شرکت بیمه اینشوفین. یه تیک کوچولو درباره شرکت اینشوفین و بیمه رحیمیان ببینیم و برگردیم سر بحث گردنزنی. یکی از عوامل مهم فیلم های معمایی اینه که چه اطلاعاتی رو چه موقع بدیم و چه اطلاعاتی رو چه موقع ندیم، و خود همین ها باعث سمپاتی هم میشه. اگر اینا رو جابجا بدیم باعث سمپاتی نمیشه، سمپاتی ضد سمپاتیه. حالا بعد نقش بازیگر هم مهمه، نقش دیالوگا هم مهمه. متاسفانه در گردنزنی این سمپاتی شکل نمیگیره. شما ببینید این همه بازیگر خوب هست توی اینجا، که خب معلومه که سریال پرهزینه ای هم بوده، چون همین هر جه همین دستمزد همین بازیگر ها خودش در فلک میزنه. مسئله در اینجاست که از همون قسمت اول ما یه عروس و داماد میبینیم که اصلا در ما سمپاتی ایجاد نمیکنن اونا، چون بازیگرهای که نه تصویرشون رو میشناسیم نه دیدیمشون و نه خوب بازی میکنن انصافا، به خصوص اون آقای داماد. چجوری ما باید سمپاتی پیدا کنیم نسبت بهش؟ خب نمیکنیم. بعد اینقدر شخصیت های شلوغی وجود داره در
اونجا روابط پیچیده فامیلی و اینا که بازم ما اصلا نمیتونیم اینا رو بفهمیم یا درکشون کنیم یا بشناسیمشون یا باهاشون سمپاتی پیدا کنیم یا حتی پاراسمپاتی پیدا کنیم، بالاخره یه واکنشی نسبت بهشون داشته باشیم، نمیتونیم. ولی همه اینا به کنار، مهم لاگ لاین تک جمله‌ای که حالا مکین در کتاب معروف داستانش که یه جوری باید کتاب بالینی هر فیلم نامه نویسی باشه، راجب لاگ لاین توضیح میده. ببین لاگ لاین یک فیلم مهمانی خیلی مهمه. الان شما میتونید لاگ لاین برای این تعریف کنید؟ مثلا یه عروس و دامادی ازدواج میکنن، پنهان از خانواده میرن توی خونهشون و بعد اینا به قتل میرسن توسط یه نفر که اومده بوده گاف صندوق، و به خاطر اینی که یک فیلم از مثلا دوست دخترش اونجا بوده که تهدید شده بوده که اینو منتشر میکنه، میاد اشتباهی این دوتا رو میکشه. بعد اصلا نمیشه لاگ لاین براش تعریف کرد. لاگ لاین باید خیلی مختصر بتونه کل مجموعه رو توضیح بده و لاگ لاین خوبی باشه تا بتونه جذب کنه بیننده رو. بله میشه این هم لاگ لاین گفتش که عروس و داماد میرن و کشته میشن و پلیسی میاد در برای پیگیری این که قاتل کی بوده، رازهایی از خانواده در واقع فاش میشه. ولی باز ببینید این لاگ لاین نیست که بیننده اینجور فیلم ها یک بینندهیه که نمیخواد بیاد بشینه فکر کنه، فسفر به سوزونه به قول معروف، تا مثلا بیاد روابط رو درک کنه. اینا باید جذبش کنه. برای اینکه جذبش کنه، ببینید شما یک آشپزی هم که بخواید بکنید، 10 کیلو گوشت رو نمیریزید توی یه قابلمه بدون ادویه، بدون یه آب درست سایی، بدون 4 تا چیز دیگه، مثلا یه آب گوشت بخواید درست کنید. هر چیزی باید یه اندازه‌ای داشته باشه. یه گوشت انداختن تو دیگ و زیر دیگ روشن کردن که نشد آشپزی. این سریال هم همین جوریه. یعنی شما کلی متریال داری که متریالتون اصلا اجازه نفس کشیدن به بیننده نمیده. بیننده میخواد نفس بکشه. این به ریتم هم ربطی نداره. ببینید اگر ریتم درست انتخاب بشه، شما برای همین قسمت پنجم من یه مثال براتون بزنم. ما مثلا داریم میبینیم که این دختر پسره، حالا معلوم نیست از کجا میخوان برن کجا که اینقدر طول میکشه، 3 قسمت دارن میرن 2 قسمت دارن میرن، بعد یه جا دیگه بالاخره میشینن و این میگه جواب تلفن رو بده و میشینن یه جایی و باز جواب نمیده و اون طرف گوش رو پرت میکنه پایین و بعد این میگه بگیرش و از این داستان ها که هیچ چیزی نداره به داستان، ربطی نداره به داستان. ربطش اینه که بعد که میرن اونجا سر جریان رد میشن از اونجا، ما عکس دختری که اون روز اونجا بوده رو میبینیم. مثلا خب میگه اون همه مقدمه احتیاج نداره، چون میگه بریم اونجا تمام میامدن اونجا میرفت. حالا این یه چی؟ پایان بندی قسمت ها. پایان بندی هر قسمت بسیار مهمه برای اینکه علاقمند کنه بیننده رو که قسمت بعدی رو ببینه. که متاسفانه اینجا اونجوری هم نیست. ببینید شما پایان بندی همین قسمت پنجم رو نگاه کنید، نشون میده که کارگاه پلیس که متاسفانه اصلا سمپاتی ایجاد نمیکنه، داره میره، یک شکافی وجود داره در یک این پرده از این کرکراک مثل که گاراژ همون که ماشین چیز توش بوده، ماشینی که جنازه رو، یعنی
کسی که کشته شد اومده بود به دنبال خونخواهی و با یکی از ساکنان دم در ارتباط بود، اونو میبینه. خب این میتونست یه پایان خوبی باشه، میتونست، ولی آمده چی کار کرده؟ این پایان رو رها کرده، رفته دنبال یه جای دیگه، رفته این آقای حسین ون داره یک عکسی رو نگاه میکنه که هیچ چیز مرموزی توش نیست اون عکس. حالا خود کاراگاهه توشه و داماد و عروس و اینا جمعی. بعد این عکس، بعد یه دفعه آفاق میاد، آفاق میاد و یه سری حرف با هم میزنن و میره که هیچ ربطی نداره به ماجرا. بعد این بر میداره اونو به اصطلاح فلش مموری رو بر میداره، یه فایل رو کپی میکنه روش رو، بعد بر میداره میذاره توی یک کبریتی که اونجاست. و حالا خب چرا؟ خب من البته برم هفته دیگه ببینم که چی میشه، اون عکسه چی بود. این حساسیت ایجاد نمیکنه. اگه روی اون میموند که داره ماشینا میبینه یه چیزی، حالا اونم خوب نبود به خاطر اینکه انقدر چیزای در هم بر هم تو این ماجراها اتفاق افتاده که سمپاتی ایجاد نمیکنه. پس به طور کلی، حالا من خیلی مختصر گفتم، یک، ایجاد نکردن سمپاتی بین شخصیت‌ها، دو، داستان بسیار پیچیده بیخود. ببینید ما یه پیچیدگی داریم که ساده، روش ساده ولی عمقش پیچیده. یک پیچیدگی بیخود وجود داره که یک فکر ساده پشتشه. متوجه میشید؟ باید موضوع برعکس باشه. یک فکر پیچیده پشت یک ظاهر ساده. اینه اصل موفقیت داستان‌های پلیسی رازآلود معمایی که دیدیم، ده‌ها نمونه موفقش رو دیدیم هممون. و پایان بندی‌های مناسب هر قسمت که اگر سمپاتی، چون اینا اتفاق نیفتاده دیگه اصلا این پایان بندی مهم نیست، چون پایان بندی خوبم میشد باز کسی پی نمیگیره. به همین خاطر من که دیگه جا زدم و خسته شدم از دیدن این سریال، به شما هم توصیه میکنم، یعنی خودتون میدونید دیگه، اگه دوست دارید علاقمندید که ببینید ببینید، ولی من دیگه نمیدونم. قربون شما، دیگه همین دیگه. Thank you.